سلام، چهارشنبه 30 خرداد 97 20 ژوئن 2018 میلادی در مورد 6 موضوع امروز صحبت میکنم. موضوع اول اینکه اگرچه تیم ملی فوتبال ایران جلوی اسپانیا بازی رو 1-0 واگذار کرد، اما بازی پایا پای رو به پیش برد و طرفداران فوتبال از این بازی اظهار رضایت کردند. اما این غیر از اصل بازی که به هر حال یک برد و باخت در میدان مسابقه است، اتفاق مهم دیگه مسئله این بود که بالاخره زنان و خانواده ها توانستند وارد استادیوم آزادی بشن. بلیت فروخته شده بود، اما در آخرین لحظه مأمورین انتظامی در محل بودند، اجازه ورود نمیدادند. نمایندگان مجلس تعدادی دست به کار شدند، استاندار ظاهرا تماس گرفته و به هر صورت به هر کیفیتی که بود ناهماهنگی های کشور یک بار دیگه خودش رو نشون داد، ولی بالاخره خانواده ها وارد ورزشگاه آزادی شدند. موضوعی که امیدواریم که بعدن در مسابقات فوتبال هم غیر از پخش تلویزیونی بتواند تکرار بشه و دیده میشه که براحتی زنان و خانواده ها میتوانند در ورزشگاه ها حضور داشته باشند و آسمون هم به زمین نمیاد. اما در مشهد هم این ناهماهنگی ها بود. اتحادیه آب میوه فروشی و کافی شاپ ها رئیسش گفته بود که به اداره اماکن اجازه پخش مسابقه رو در کافی شاپ ها نداده. معاون سیاسی استانداری گفت که با فرمانده نیروی انتظامی صحبت میکنه، این موضوع صحت نداره و به هر صورت در مشهد هم تا آخرین لحظه این ناهماهنگی وجود داشت و کافی شاپ های مختلف به راه های گوناگون رفتن. موضوع دوم این که آرش صادقی زندانی سیاسی سرشناس که با درد شدید کتف به بیمارستان رفته بود، بعد از آزمایش ها دوشنبه معلوم شد که او به سرطان استخوان دچار شد. آرش که از بیماری های متعددی رنج میبره، توموری در بازو در شانه داره که قابلیت تسری به بازو رو داره و باید هرچه زودتر به مرکز سرطان شناسی منتقل بشه و نه بیمارستان مدنی در کرج. و به هر صورت دوباره داستانی است که قوه قضاییه و مأمورین زندان و زندانبانا دارن کوتاهی میکنن، کوتاهی که ممکن است مثل علیرضا رجایی به فاجعه ختم بشه. آقای جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران هم تایید کرده که زینب طاهری وکیل محمد سلاس تعقیب قضایی میشه. او دیروز بازداشت شده و هنوز از آزادی او خبری در دست نیست. در زندان قرچک هم که چند روز پیش به زنان درویش زندانی حمله شد برای شکستن اعتصاب قضای اونها، حال یکی دو نفر از اونها به دلیل اعتصاب قضا وخیمه و حال چند تن به دلیل ضرب و شتم. سپیده مرادی به دلیل ضرب و شتم بیهوش شده بود و آویشا جلال الدین با ضرب و شتمی که شده عارضه در گردن و ستون فقرات داره. با همیاری و همکاری بخش‌های مختلف، اسامی ضاربین اعم از زنان یا مردان که به زندانیان عقیدتی و سیاسی دراویش حمله کردند همگی شناسایی شده، منتشر شده و در شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه. کار خوبی که از این پس همواره باید مد نظر داشت و ضاربین، قاتلین، آدمکش‌ها و سرکوبگران را هرچه بیشتر باید افشا کرد.
پزشکی قانونی هم به گفته وکیل خانواده دکتر کاووس سید امامی ابراز نظر کرده راجع به مرگ این فعال محیط زیست و گفته مرگ در اثر خفگی و فشار روی گردن بوده. هنوز معلوم نیست چگونه دکتر کاووس سید امامی در زندان به قتل رسیده و این اظهار نظر پزشکی قانونی هم میتواند یا جعلی باشه و یا اینکه او رو خفه کرده باشن. به هر حال احتمال اینکه او با پیرن خودش توانسته باشه خودش رو دار بزنان چنان که قوه قضایی ادعا میکنه تقریبا نزدیک به صفره. محمد حبیبی معلم زندانی در زندان تهران بزرگ هم دچار به دلیل ضرب و شتم که او رو کردند اکنون دچار تنگی نفس و آریتمی قلب شده و باید هرچه زودتر به بیمارستان منتقل بشه. موضوع سوم این که دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران چهارمین روز اعتراض خودشون رو پشت سر گذاشتن. باز هم جمعی از دانشجویان به امتحان نرفتن، در اعتراض خواستار آزادی همکلاسی هاشون و رفع احکام سنگین قضایی از اونها هستند. معاون فرهنگی وزارت علوم در جمع دانشجویان حاضر شد، گفت که اسامی دانشجویان رو در اختیار دادستانی قرار دادیم برای در نظر گرفتن در تجدید نظر، اما دانشجویان به او گفتند آقای معاون موضوع رو در هیئت دولت مطرح کنید. رانندگان پایه یک استان خوزستان هم چهارمین روز اعتصاب خودشون رو پشت سر گذاشتند. رانندگان از کمی حقوق رنج میبرند و خواستار افزایش دستمزد هستند. بازنشستگان بانک سپه هم جلوی دفتر مرکزی بانک تجمع داشتند. کمی مستمری و تنگی معیشت علت تجمع اونها بود. نماینده آبادان در مجلس شورای اسلامی هم عنوان کرده که آب رودخانه بهمنشیر به قدری شور شده که دستگاه های تصفیه رو هم خراب کرده. آب آبشیرین کن رو جیره بندی کردن. روزی 20 لیتر قراره به خانوارها داده بشه که به شدت مردم رو عصبانی کرده. تجمع مردم آبادان ادامه داره. شعارهایی مثل دشمن ما همینجاست بی خودی میگن آمریکاست و مواردی از این قبیل تکرار میشه. به هر صورت مسئولین استان و دولت قول دادن تا 15 تیر ماه مشکل رو برای آبادان و خرمشهر که به آرزه نداشتن آب شرب دچار شدند حل خواهند کرد. موضوع چهارم این که کارگران کاشی و سرامیک الماس کویر رفسنجان 4 حقوق نگرفتند، جلوی کارخانه تجمع اعتراضی داشتند. کارگران کارخانه چوب و کاغذ ایران چوکا هم بعد از 2 تجمع قرار شد نفری 1,000,000 تومان فعلا علل حساب بهشون پرداخت بشه. از اول سال کارگران حقوق نگرفتن. جمعی از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد هم جلوی منزل نماینده ولی فقیه در استان خوزستان تجمع داشتند. خواستار آزادی کارگران زندانی هستند. هنوز 6 از کارگران در زندان هستند. بعد از اعتراضات کارگران گروه ملی حقوق فروردین اونها پرداخت شد. موضوع پنجم این که آقای خامنه‌ای در جمع نمایندگان مجلس خواستار کنار گذاشتن لایحه مقابله با تأمین مالی تروریسم شده، به FATF معروفه، و گفته یک طرح مال خودمون رو تصویب بکنیم. اگر این موضوع از 2 خارج نیست یا حسب معمول آقای خامنه‌ای در واقع با این کلک میخواد طرح تصویب بشه ولی اسم مال خودمون رو روش بگذارن و عملا خواسته های مرکز مبارزه با تأمین مالی تروریسم رو به این ترتیب انجام بدن بدون اینکه اسمش رو بیارن، یا اینکه واقعا میخوان که
آنچه که سازمان جهانی خواسته را انجام ندن، که در این حالت باید گفت که ایران در مظان تروریسم قرار داشته و داره و اون وقت سیستم بانکی به دردسرهای بزرگ میفته. علیرضا سلیمی نماینده محلات در مجلس شورای اسلامی هم گفته با عرض 4200 تومانی که دولت میخواد بده، بیش از 110 هزار میلیارد تومان رانت خلق میشه که ده ها بابک زنجانی دیگه متولد میشه. مدرسه معین در منطقه دوی آموزش پرورش تهران هم ناظمش که در واقع اون تعرض رو، آزار جنسی رو به دانش آموزان کرده بود، زندانه و مجوز دبیرستان هم لغو شده. اما موضوع آخر این که بالاخره آقای سردار فیروزآبادی از ویلای لویزان بیرون اومد، ولی ده ها مسئول دیگه در این قبیل خانه ها زندگی میکنن. سبا آذرپیک در توییتی نوشته که آقای فلاحیان در یک ویلای غصبی در پل رومی زندگی میکنه و وقتی از او پرسیدم که این مکان غصبی نماز نداره، گفت این غصب نیست بلکه غنیمت جنگیست. جناب مهدی طائب در پایگاه اماریون هم فرمودند که یک خاخام یهودی فوتبال رو اختراع کرد تا سر مردم گرم بشه و امام زمان ظهور نکنه. اندکی صبر، سحر نزدیک است، تا فردا شاد، پیروز، موفق و سرفراز باشید. به امید پیروزی ایران و ایرانی.